بسم الله الرحمن الرحیم سلام شایدای عزیز و نازنین امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوب خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت همه شما عزیزان هستیم قبل از اینکه درس آغاز کنیم شماره را به خاطر داشته باشید شماره را یادداشت کنید یک جایی شماره ما هست و و هستند از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید درس امروز با انرژی هر چه تمامتر با همدیگه آغاز کنیم. شاید عزیز در جلسه نهم قرار داریم قرار هست که فصل چهارم، با موضوع برق ساکنه آغاز کنیم موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم در رابطه با چارجدار کردن اجسام صحبت میکنیم اجسام هادی و اجسام عایق معرفی میکنیم و در رابطه با یک آله به نام الکتروسکوپ با هم دیگه صحبت داریم اما قبل از اینکه وارد درس شویم مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در جلسه قبل ما فصل سوم آغاز کردیم با موضوع ساحه مغناطیسی که یک فصل بسیار کوتاهی بود و مفاهیم خیلی کمی داشت دیگر. که شما در سنف های بعدی با مفهوم ساحه مغناطیسی بیشتر و بیشتر آشنا میشین اما ما در جلسه قبل گفتیم که یک مغناطیس یا یک آهن رو با همیشه دوتا قطب داره قطب S قطب جنوب قطب N قطب شمال گفتیم قطب های هم نوع که کنار هم قرار می گیرن، مثلا دو تا اس کنار هم میاد یا دو تا ان کنار هم قرار می گیره اینا هم دیگر دفع میکنن این دو تا مغناطیس از هم دور میشن اما اگر قطب ها هم نوع یا ناهم نام باشه مثلا اس و ان کنار هم قرار بگیره این دو تا مغناطیس همدیگر را جذب میکنه و یادتان اگر هست گفتیم همیشه یک مغناطیس دو تا قطب داره یعنی شما یک مغناطیس هر چی به تیکه های کوچکتر تقسیم کنید باز هم هر تیکه کوچیک دارای دو تا قطب هست قطب S و قطب N باز در ادامه در رابطه با چی صحبت کردیم در رابطه با ساحه مغناطیسی صحبت کردیم گفتیم که هر مغناطیس در فضای اطراف خودش یک خاصیت جذب و دفع را ایجاد میکنه که ما به میگیم ساحه مغناطیسی چیزی که مهم این بود که این ساحه مغناطیسی دارای خطوطی هست دیگه با یک آزمایش به شما نشان دادیم که میتونید این خطوط به عینه ببینید اما این خطوط یک رسم کنیم ویژگی های این خطوط حتما باید به خاطر داشته باشید خیلی نکته مهمی هست خب خطوط با هم نگاه کنیم فرض کنید شما یک مغناطیس دارید به این صورت دیگه دو تا قطب داره قطب N و قطب S گفتیم که هر مغناطیس در فضای اطراف خودش یک ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه خب خطوط ساحه مغناطیسی را در جلسه قبل یاد گرفتیم ویژگی های خطوط ساحه مغناطیسی چی بود؟ ویژگی هاش به این صورت بود گفتیم که اولین اینکه این که ای خطوط از قطب N خارج میشن و به قطب S وارد میشن از قطب N خارج و قطب S هم وارد میشن این یک قرار داده در فیزیک دیگه شما این برم نگاه کنید از و قطب S وارد میشه از قطب N هم چی میشه؟ خارج میشه دیگه این اولین ویژگی بود دومش گفتیم که به صورت یک منحنی بسته دیگه سومین ویژگی چی بود گفتیم که در اطراف قطب ها شما میبینید در اطراف قطب ها این خطوط متراکم به هم نزدیک این چی را نشان میده این نشان میده که ما در قطب ها خاصیت مغناطیسی بیشتری داریم سیسته این ای شد از خطوط ساحه مغناطیسی اما در ادامه در رابطه با آهن روبای برقی هم صحبت کردیم که شما میتونید یک آهنربای مصنوعی به نام آهنربای برقی با استفاده از چه وسایل بسازید؟ بیتری، سیم و یک میخ فولادی. و یاد گرفتیم که آهنربای برقی یعنی شدت مغناطیس در یک آهنربای برقی به چه عوامی بسیگ داشت؟ شدت جریان و جنس هسته و به تعداد سیمپیچی که شما به دوره ای هسته ایجاد میکنید مطالبی بود که در جلسه قبل یاد گرفتیم اما در این جلسه وارد برق ساکن میشیم با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز شما در سنف های قبل با ساختمان اتم آشنا شدید دیگه شما میدانید که اتم ها از یک هسته تشکیل شده و الکترون هایی که به دور هسته در حال گردش در واقع هسته شما ذراتی که داره یک پروتون هسته که ما یاد گرفتیم چارجش مثبته و نیوترونه که خونسایه و الکترون ها هستن که در اطراف هسته حرکت میکنن این میشه ساختمان اتم این در سنفای قبل ما و شما یاد گرفتیم اما خواست داریم در رابطه با چارج دار کردن یک جسم صحبت کنیم ما میگیم که زمانی که ما دو تا جسم با هم مالش میدیم الکترون ها بین دو جسم جابجا میشن. میشن سعیستا الکترون ها در حال گردش به دور هسته هستن الکترون ها آزادن دیگه میتونن جابجا شوند پس وقتی شما دو جسم با هم مالش میدین الکترون ها بین دو جسم جابجا میشن. حالا نکته ای که وجود داره اینه که اگر جسم شما از این دو تا جسمی که به هم مالش دادین دیگه اگر جسم شما الکترون از دست بده یعنی الکترونهایش از جسم خارج بشه ما میگیم که چارج جسم مثبت شده سعیسته؟ و اگر یک جسم الکترون بگیره یعنی تعداد الکترونهایش زیاد بشه چارج جسم منفی میشه چرا؟ چون ما باز هم در سنفای قبل یاد گرفتیم که اتم خونسایه خونسایه یعنی چی؟ یعنی تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها با هم برابره دیگه حالا وقتی جسم الکترون از دست میده مسلما الکترونهاش کم میشه دیگه پس چارج مثبتش زیاد میشه پروتون هاش بیشتر از الکترون هاشه پس میگیم چارج جسم مثبتن اما اگر جسم الکترون بگیره تعداد الکترون هاش بیشتر از پروتون ها میشه دیگه دیگه اتم خونسا نیه ما میگیم که چارج جسم در این حالت منفی میشه این میشه طریقه چارج دار کردن یک جسم از طریق مالش که روش های دیگه هم وجود داره که در صنف های بعدی با این روش ها آشنا میشیم اما قصد داریم که از چارج های مثبت و چارج منفی بیشتر اطلاعات کسب کنیم خب یک آزمایش با هم در نظر میگیریم فرض کنید که شما دو میله شیشه ای دارید دو میله پلاستیکی دارید یک پارچه ابریشمی دارید و یک پارچه پشمی این وسایل و مواد مورد نیاز ما اولین کاری که انجام میدیم شکل علف نگاه کنید میگیم که ما وقتی دو میله شیشه ای را با پارچه ابریشمی مالش میدیم و این دو تا میله را نزدیک هم میکنیم این دو تا میله از هم دور میشن فاصله میگیرن یه حالت اول در حالت دوم شما دو میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش بدین وقتی کار انجام دادین دو میله را نزدیک هم قرار بدین باز هم دو میله پلاستیکی از هم دور میشن یه حالت دوم در حالت سوم شما میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش بدین و میله شیشه ای را با پارچه ابریشمی مالش بدین این دفعه میله شیشه ای و میله پلاستیکی را به هم نزدیک کنید ببینید که این دوتا به همدیگه نزدیک میشن و میخوان که همدیگه را جذب کنن خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه ای که در حالت الف وقتی که شما دو میله شیشه ای را با پارچه ابریشمی مالش دادین این میله شیشه ای شما یعنی دو تا میله شیشه ای شما دارای چارج مثبت شد الکترون های خودش از دست داد هر دو میله چارج مثبت پیدا کرد وقتی که به هم نزدیک کردیم اینا از هم دور شدن مثل همان قطب های مغناطیس دیگه اینجا هم چارج های مثبت نزدیک به هم که میشن هم دیگه رو دور میکنن هز هم دیگه دفع میشن در حالت ب ما دو میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش دادیم در این حالت هر دو میله پلاستیکی ما چارج منفی گرفتن یعنی الکترون جذب کردن دیگه هر دویش چارج منفی داره باز هم که نزدیک هم میکنم از همدیگه دور میشن دیگه چارج های هم نو همدیگه را دفع میکنن اما در حالت سوم ما میله پلاستیکی را وقتی که با پارچه پشمی مالش دادیم چارج منفی گرفت و وقتی هم که میله شیشه ای با پارچه ابریشمی مالش دادیم چارج مثبت گرفت پس میله شیشه ای ما چارج مثبت گرفته میله پلاستیکی چارج منفی دو چارج ناهمنو شده دیگه ناهمنام شده اینا رو وقتی به هم نزدیک میکنیم اینا همدیگر را جذب میکنن چی نتیجه میگیریم دو تا چارج داریم چارج مثبت چارج منفی چارج های هم نو هم دیگر دفع میکنن منفی کنار منفی دفع میشه مثبت کنار مثبت دفع میشه اما هم اگه نباشه یعنی مثبت منفی کنار هم قرار بگیره اینا هم جذب میکنن یام شد از شناخت چارج های مثبت و چارج منفی حتما آزمایش در خانه انجام بدید اما پس داریم که اجسام هادی و اجسام عایق از همدیگه بشناسیم بتونیم تفکیک کنیم میگم که بعضی از اجسام هستن شاید عزیز که به الکترون های خودشان اجازه میدن که انتقال پیدا کنن جا به شوند الکترون آزاد دارن میگیم اجسامی که جریان برق از خودشان عبور میدن ما به این اجسام میگیم اجسام هادی چرا چون به الکترونای خودشان اجازه دادن که با یک جسم دیگه تبادل پیدا کنن بعضی اجسام چون جریان برق عبور میدن اجسام حادی هن. مثل چی مثل فلزات صحیح اما در مقابل اجسامی هم وجود داره که جریان برق از خودشان عبور نمیدن چرا عبور نمیدن به خاطری که الکترونای خودشان محکم گرفتن نمیذارن که الکترون ها با اجسام دیگر مبادله شود صحیح به این حالت میگیم اجسامی که جریان برق از خودشان عبور نمیدهند به می اجسام میگیم اجسام عایق مثل چی مثل شیشه مثل پلاستیک صحیح شد پس شما الان اجسام هادی و اجسام عایق از هم دیگر تفکیک میتونید یک ای در فیزیک وجود داره به نام الکتروسکوپ که ما از این الکتروسکوپ چه استفاده می کنیم؟ استفاده زیادی داره اول استفاده استفاده که می کنیم که ما می بدانیم یک جسم چارج داره یا نه سیسته؟ شا... چارج دار شده یا نه دومین استفاده که می چارجش هم تشخیص بدیم آیا چارجش منفیه یا چارجش مثبته؟ برای شناخت اجسام هادی و اجسام آیخ هم می از ای آله الکتروسکوپ استفاده کنیم اما ساختمان ای آله به چه صورته یه با همدیگه دیگه یک بررسی مختصر داشته باشیم باز در صنف بعدی ما با الکتروسکوپ بیشتر آشنا میشیم خب یک بررسی داشته باشیم شما به شکل الکتروسکوپ خوب توجه کنید ما توضیح میدیم در قسمت بالایی ما یک کلاهک فلزی داریم این کلاهک فلزی از طریق یک جسم هادی که از جنس برنج هسته متصل شده و به داخل الکتروسکوپ انتقال پیدا کرده در قسمت داخل ما ورقه های فلزی رو داریم اگر شما توجه کنید دو تا ورقه فلزی یکیش از جنس طلا هسته و یک دیگه هم از جنس همون میله برنجیه پس دو تا ورقه داریم خود چوکات از الکتروسکوپ ما هم از فلز ساخته شده تا بتونه که او جریان برق منتقل کنه و یک پنجره شیشه ای هم برای دیدن نوع آزمایش وجود داره پس شد از چارچوب یا ساختمان الکتروسکوپ خب شما اگر یک جسمی که دارید میخواین ببینین که این چارج داره یا چارج نداره شما این را به کلاهک الکتروسکوپ که نزدیک کنید اگر این ورقه های فلز از هم تکان خوردن یا حالا از هم دور شدن یا به هم نزدیک شدن شما میفهمید که جسم شما چارج داره حتما اگر هیچ تکانی نخوردن جسم شما چارج نداره حالا اگر شما یک جسم رو به کلاهک نزدیک کنید این ورقه ها از هم دور بشن یا شما این جسم به کلاهک نزدیک کنید و ورقه ها به هم نزدیک بشن است؟ پس دو تا ورقه فلزی میتونه از هم دور بشه یا میتونه به هم دیگه نزدیک بشه در این حالت شما میتونید تشخیص بدین که چارج جسم شما از چی نوعی هسته مثبت یا منفی این به عنوان یک کار خانگی با شما میسپاریم تا تحقیق کنید که اگر این ورقه ها از هم دور شدن چارج جسم ما مثبت یا منفی اگر به هم نزدیک شدن چارج جسم ما مثبت هست یا منفی جواب سواله به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید ما منتظر پاسخهای شما عزیزان هستیم اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اگر شما یک جسم هادی که دارای چارج برقی است به زمین متصل کنید چارج جسم به طور کامل به زمین منتقل میشه اصطلاحا میگن اتصال ارت ما اینجا انجام دادید. پس نکته شما همینقدر کافیه بدانید که جسم اگر دارای چارج بشه و جسم شما هم حادی باشه این به زمین شما متصل کنید چارج جسم شما کلا به سمت زمین منتقل میشه حالا که درس خوب فهمیدید یک سوال پرسان میکنم این سوال با هم دیگه فکر کنیم با هم حل کنیم اگر میله فلزی رو ما در دست بگیریم یک میله فلزی حالا این میله فلزی رو با یک پارچه مناسب مالش بدیم چرا در این میله فلزی ما چارج برقی ایجاد نمیشه مگه ما در قبلا توضیح ندادیم که دو جسم با هم مالش بدیم چارج ایجاد میشه داخل جسم حالا این میله فلزی ما توی دستای خودمان قرار گرفتیم حالا اینا با یک پارچه مالش میدیم خب چرا این میله فلزی ما چارجدار نشد به نظر شما پاسخی سوال چی هسته؟ آفرین بر شما چون که این میله فلزی یک هادیه دیگه بدن انسان هم هادیه این می دانستید بدن انسان هم هادی جریان برقه وقتی که شما دست شما هادی جریان برقه میله فلزی هم که هادی جریان برقه و شما این رو به پارچه حالا هر پارچه ابریشمی یا پشمی شما این مالش میدین خب این الکترون ها از طریق بدن شما منتقل میشن دیگه است؟ پس در اینجایی که میگیم میله فلزی شارژدار نمیشه چون هم بدن ما حادی جریان برقه هم میله فلزی حادی جریان برق هستن پس هم شد از جواب این سوال ما خب سوال بعدی رو با هم بخوانیم ببینیم که درس چقدر خوب یاد گرفتید وقتی دو جسم را به هم مالش میدیم گزینه اول فقط یکی از دو جسم چارجدار میشه وزن دوم هر دو جسم دارای یک نو چارج برقی میشه مثلا هر دویش منفی یا دویش مثبت گزینه سوم دو نو چارج برقی مساوی ولی مخالف ظاهر میشه کدام مشاهید عزیز آفرین بر شما گفتیم که وقتی دو جسم با هم دیگه مالش میدیم یکیش الکترون از دست میده یکی دیگهش الکترون میگیره دیگه سیسته پس میشه گزینه سوم دو نو چارج ایجاد میشه یعنی یکی از جسم مثبت میشه یکیش منفی میشه دو نو چارج ایجاد میشه که اینا با هم دیگه مساوی اند شما میدانید الکترون و پروتون چارجش یکیه فقط علامت ها اینا با هم فرق میکنن پس دو نو چارج مساوی ایجاد میشه ولی اینها با هم دیگه مخالفن یکیش مثبته و یکیش هم منفی هستن سوال بعدی را به عنوان کار خانگی و شما عزیزان مس باریم سوال بسیار بسیار کاربردی و جالبی است سوال با هم میخوانیم چرا به عقب بدنه فلزی تانکرهای حامل سوخت زنجیر کوتاهی آویزان می‌کنند که این زنجیر کتا با زمین متصله سعیسته شما دیگه بارها و بارهایی را در سرکها روی تانکرهای حامل سوخت دیدین که این زنجیرهای کتا از عقب را به زمین متصله خود چرا کاره؟ انجام میدن با توجه و مطالبی که ما در این جلسه خدمت شما عزیزان عرض کردیم سوال حتما و حتما جوابشه و شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید خب شاید عزیز درس جلسه امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با چارچ مثبت و منفی طریقه چارجدار کردن اجسام اجسام هادی و اجسام عایق و در رابطه با آله الکتروسکوپ با شما صحبت کردیم که در صنف های بعدی با این مطالب بیشتر و به طور مفصلتر آشنا خواهیم شد خب تا جلسه بعد همه شما عزیزان بلای پاک مسباریم موفق و پیروز و سربلند باشید